سلام سلام، من سعود هستم، خدای خدایان. مطالب این کلیپ از یک کتاب ارزنده از زنده یاد استاد امیر حسین خنجی است، سلسله نوشتارهایی در بازخوانی انتقادی تاریخ اسلام، داستان قدیر خم. کتاب ابتدا سه واژه مهم ولایت، ولی و مولا رو توضیح میده. در بحث قدیر معنای این کلمات مهم هستند. این واژگان برآمده از سنت‌های بردهداری در بخشی از قبایل عربستان پیش از ظهور اسلام بوده. کلن به برده عبد می گفتند، جمعش عباد بود. به صاحب برده رب می گفتند، جمعش ارباب بود. اگر یک مرد عرب برده ای رو آزاد می کرد، رسم بود که اون برده آزاد شده با همون خونواده و قبیله اون مرد عرب زندگی کنه، یعنی جزی از خونواده اون مرد عرب می شد. اما اون وقت اون مرد عرب دیگه صاحبش نبود، رب او نبود، بلکه او مولا یا ولی اون برده آزاد شده بود. واژه مولا و ولی هم معنا بودند، هم مفهوم بودند. فرقشون در این بود که از دو لهجه متفاوت عرب گرفته شده بودند. جمع ولی اولیاء بود و جمع مولا موالی بود. خب گفتیم که مرد عرب برای برده آزاد شده خودش مولا یا ولی بود. اما اون وقت اون برده آزاد شده چی؟ کی اون مرد عرب می شد؟ اون مرده آزاد شده هم مولا یا ولی اون مرد عرب بود. این رابطه دو طرفه بود. درسته که جایگاه اجتماعیشون هیچگاه برابر نبود، اما رابطه مولا یا ولی این واژه دو طرفه بود. مثلا علی مولای قنبر بود و قنبر مولای علی بود. مثل واژه دوست که دو طرفه است، این دوست اونه، اونم دوست اینه. بین الله و مؤمنان هم چون این رابطه ای در نظر گرفته شده بود. مؤمن عبد الله بود، الله او را از بند کفر رها کرده، پس مؤمن ولی الله است. شنیدید دیگه، علیان ولی الله. به این ترتیب مؤمنین اولیاء الله هستند و الله هم ولی مؤمنان است. کافران بزرگوار هم اولیاء و شیطان هستند و شیطان ولی کافران است. چه اشکال داره؟ خب پیامبر هم در واقع مؤمنان را از کفر رها کرده دیگه. پس مؤمنین اولیاء پیامبر بودند و پیامبر هم ولی مؤمنان بود. اون برده های ایرانی که مسلمان می شدند و آزاد می شدند موالی اون عرب ها بودند و عرب ها هم موالی اون دست ایرانیان مسلمان بودند. این واژگان که از فرهنگ عرب وارد اسلام شده بودند در اسلام بار تقدس نداشتند، اصطلاحاتی عامیانه در بین مردم بودند. اما بعدها در میان شیعیان مفاهیم این واژگان تغییر کرد. لفظ ولی و مولا مفهوم تازه‌ای پیدا کرد و ولایت مقدس شد، امری قدسی شد. و روایت ها و تفسیرهای مختلفی هم از داستان قدیر خم ساخته و پرداخته شد. در کتاب نوشته که روایت های قدیر خم نزد شیعیان امامی از نیمه سده دوم تا اواخر سده چهارم هجری چند مرحله را به پشت سر نهاد و پیوسته به آن بست داده شد و همچنان بر متن داستان آن افزوده شد، تا آنکه توسط نظریه پردازان بزرگ اواخر قرن چهارم و اوایل سده پنجم به مرحله کمال رسید. بر شمار جمع حاضر در قدیر خم نیز پیوسته افزوده می شد تا از 1300 مرد روایت های اولیه به 70,000 مرد رسید. بله، و بعد کتاب 6 مدل مختلف از واقعه قدیر خم رو از روایات شیعی نقل میکنه. اما ببینیم که نتیجه داستان قدیر خم به کجا کشید. پس از اقدامات بالا که احادیث و روایت هایی که خواندیم نشان میدهد که در چند مرحله در آسمان انجام گرفته بوده، سپس بر روی زمین در قدیر خم به اتمام رسیده است. یک سفارش نامه، فرمان کتبی با هیئت بلند پایه ملائکه به ریاست جبرئیل برای پیامبر فرستاده شد تا کار انتصاب امام علی به صورت کامل استحکام یابد. او خلاصه طبق روایات 3 تا سفارش نامه هم از سوی شخص خداوند فرستاده شد. خب لازم میاد که صحابه پیامبر کاری کرده باشند.
میرسیم به روایاتی از توطئه های اصحاب پیامبر برای خونسا کردن تصمیم الله، و خب در رأس اونها همون خلفای راشدین بودند. بعدش نوبت به تلاش های الله و پیامبر برای پذیراندن ولایت علی هست، که کلینی از زبان امام رضا میگه اصلا سوره الحاقه به همین منظور نازل شده و کتاب آیات و روایات بسیار دیگه ای رو هم نقل میکنه. مثلا اگر قرآن گفته هر که خواست ایمان بیاره، هر که خواست کفر بورزه، این یعنی به ولایت علی. بعد خب این سوال پیش میاد که این کشمکش و تلاش ها بین صحابه با پیامبر و الله بالاخره کی پیروز شد؟ معلومه دیگه، اون صحابه پیروز شدند و همه تلاش الله و اون اقدامات آسمانی و ملائکه به سرانجام نرسیدند. بعد از پیامبر علی موند و 5 از طرفداراش، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه، 5 نفری که هیچ کدوم نه از قریش بودند، نه از اوس و خزرج بودند، نه از بزرگان خاندان مکه و مدینه، هیچی، بی اصل و ریشه. حتی عباس عموی علی و عقیل برادر علی، اینها هم رفتند با ابوبکر بیعت کردند. خب چرا؟ پس باید ببینیم که چرا امام علی جانشین پیامبر نشد. حالا یه سری روایات هم میان که این رو توجیه کنند، که گفتند اگه علی خواهان خلافت میشد، مردم از دین خارج میشدند، برای همین علی سکوت کرد. خب شما دیگه این دلیل رو قبول کردید دیگه. آره آفرین. نوشته پس خشم الله کجا بود که همه مخالفان ولایت علی را تبدیل به سنگ کند؟ پس آن بلاها که در داستانهای قرآن گفته شده بود که پیشترها الله بر سر نمرود و فرعون و هامان و قارون و قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و قوم احقاف و قوم لوط و دیگر دشمنان خودش درآورده بود، کجا بود؟ ابوبکر و عمر مگر بیش از 2 مرد بودند که این همه توانستند الله و پیامبر و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و آن همه فرشته که حامی علی بودند را بپیچانند و کار خودشان را به پیش ببرند و علی را خانه نشین کنند؟ پاسخ آن است، یعنی پاسخ امام صادق به این حرفای زراره آن است که پاسخ آن است که البته که ابوبکر و عمر بیش از 2 مرد نبودند، ولی حمایت ابلیس را با خودشان داشتند که هزاران سال بود الله تعالی را در گیر چالشی توان فرسا و گیج کننده کرده بود و هر گلیمی که الله می بافت را رشته و هر رشتهی که الله می ریسید را پنبه می کرد. سندش را هم آورده از تفسیر قمی. بعد اینکه در تاریخ اسلام اومده که علی هم در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر به عنوان خلیفه مسلمین بیعت کرده. حالا روایاتی هم باید بیاد که اینو توجیه کنه و بگه که او مجبور شد که با ابوبکر بیعت کند. در منابع اولیه امامیه از زبان مقداد بن عمرو آمده که علی را جماعتی از فرستادگان ابوبکر به زور از خانهش بیرون کشیده به سقیفه بنی ساعده بردند و از او برای ابوبکر بیعت گرفتند. در این روایت نشان داده شده که چون که الله جانب دار علی و بر ضد ابوبکر بود، علی ترجیح داد که سکوت کند و خانه نشین شود و دست به کاری نزند، زیرا بیم این داشت که ابوبکر اقدامی برای آزاراندن او انجام دهد و الله از ابوبکر و اصحاب پیامبر به خشم آید و مدینه را ویران کند. خب علی به ویرانی مدینه راضی نبود و برای همین سکوت کرد. بله، این توجیهات شیعیان برای بیعت علی. او این نکته مهمه که وقتی الله به خشم میاد دیگه دوست و دشمن، گناهکار و بیگناه، براش فرقی نمی کنه، همه رو با هم نابود میکنه، بی خیال عدالت و این حرفا. این رو در داستانهای پیامبران پیشین هم بارها دیده ایم و روایاتی هم از جزئیات این بیعت اجباری آوردند که در یکی از روایات در به خانه شکسته میشه ولی به کسی آسیب نمیرسه، در روایت دیگری همون در شکسته میشه و پهلوی فاطمه میشکنه و محسن هم در شکم او سخت میشه، ولی خلاصه هرچه که بوده علی سکوت کرده. اما پس از کشته شدن خلیفه سوم چی؟ دیگه شرایط برای خلافت علی مهیا بود. اما در
آن زمان نیز بیشینه اصحاب پیامبر با خلیفه شدن علی مخالفت ورزیدند. سعد ابی وقاص به کلی کنار کشید و هیچگاه با علی بیعت نکرد. طلحه و زبیر به زور شمشیر مالک اشتر به مسجد آورده شدند و مجبور به بیعت شدند. زید ابن ثابت، حسان ابن ثابت، اسامه ابن زید، کعب ابن مالک و و و هیچگاه حاضر به بیعت کردن با علی نشدند. شماری از اصحاب پیامبر از مدینه گریختند تا مجبور به بیعت کردن نشوند. و این بود نتیجه قدیر خم. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زوز هستم.